کابینه طالبان در هر 100 کیلومتری شهرهای کشور مسجد ساخته شود. گلوله‌باری مرزبانان ترکیه با پناهجویان، 2 پناهجوی افغان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. آغاز عملیات فتح 500 از زمین و هوا بالای پنجشیر. طالبان عملیات تصفیه ارتش امارات را در سراسر افغانستان آغاز کردند. کابینه حکومت سرپرست طالبان فیصله کردند که در هر 100 کیلومتری بزرگراه‌های کشور مسجد اعمار شود. اداره امور طالبان در خبرنامه روز چهارشنبه منتشر کرده است که در آن به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شده است تا در فاصله هر 100 کیلومتری بزرگراه‌های کشور مسجد ساخته شود و از آن محافظت شود. در این اعلامیه آمده است که مساجد باید دارای تمام محلقات و جای جداگانه برای زن و مرد داشته باشد. در نشست کابینه همچنان فیصله شده است که کمیسیون اقتصادی موظف به ترغیب مالکان تانک‌های تیل برای ساخت مساجد است. گلوله‌باری مرزبانان ترکیه به پناهجویان، 2 پناهجوی افغان کشته و 7 تن دیگر زخمی شده است. منابع از میان پناهجویان افغان در ترکیه میگویند که در پی گلوله‌باری مرزبانان ترکیه به شمار از پناهجویان در مرز این کشور با ایران دست کم 2 شهروند افغانستان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. صفیح الله یک تن از بستگان پناهجویان کشته شده روز پنجشنبه دوم عمل به روزنامه 8 صبح میگوید که پناهجویان کشته شده در تیراندازی مرزبانان ترکیه باشندگان ولایت‌های جوزجان و فاریاب بودند. به گفته صفیح الله این رویداد هفته گذشته رخ داده است. از سوی دیگر مسئولان وزارت امور مهاجران طالبان پس از دیدار با جهاد ایرگینای سفیر ترکیه در افغانستان به نقل از او خبر دادند که آزار و وضعیت مهاجران در ساحات مرزی از سوی مخالفان ترکیه صورت می‌گیرد. در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هزاران جوان از راه‌های غیرقانونی به ایران و سپس ترکیه رفته و از طریق این کشور وارد خاک اروپا شدند. چند پیش نیز بیش از 40 پناهجوی افغان در پی غرق شدن قایق عامل آنان در سواحل ایتالیا جان باختند. رزاق مامون گزارش می‌دهد نقشه عملیات فتح 500 بر پنجشیر و اندراب. جبهه مقاومت در 7 استقامت آماده مقابله است. عادل کپچه گرفتار شد. مولوی های پنجشیر که به دیدن هیبت الله به قندهار خواسته بودند با آن گفته شده که شما قوم بغاوتگر هستید. عملیات زیر نام فتح 500 از زمین و هوا تحت فرماندهی و مدیریت افسران اداره ISI استخبارات پاکستان تدارک شده است. گزارشی بود از رزاق مامون. اندپندنت پرژن گزارش می‌دهد روند تصفیه صفوف که پایان یافته اعلام شده بود به دستور ملا هیبت الله از سر گرفته شد. با تداوم حمله های داعش خراسان در مناطق محافظه شده طالبان و کشته شدن چهره های ارشد این گروه، روند تصفیه صفوف در میان نظامیان طالبان بار دیگر از سر گرفته شد. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در چهارم سال جاری خورشیدی در فرمان کتبی و استاندارها و مسئولان ملی طالبان دستور داده بود که روند تصفیه صفوف نظامیان این گروه را از سر گیرند تا افرادی که با آنها نمیتوان اعتماد کرد از صفوف این گروه اخراج شوند. فرماندهان غیر پشتون را به بهانه های مانند دریافت رشوه یا ارتباط داشتن آنان با مقام های دولت پیشین در گذشته از صفوف اخراج میکند. به باور این منبع قرار است در بسیار از مسندهای امنیتی و کلیدی در شمال فرماندهان پشتون تبار گمارده شوند تا در آینده از هر گونه اعتراض و نارضایتی از عملکرد رهبری این گروه در شمال افغانستان جلوگیری شود. بحران اقتصادی و تلاش طالبان برای ساخت مساجد. طالبان مکلف است که در بزرگراه‌های افغانستان در هر 100 کیلومتر مسجد برای نمازگزاران مرد و زن بسازد. اندپندنت پرژن گزارش می‌دهد. تلویزیون ملی افغانستان زیر نظر طالبان گزارش داد که در نشست کابینه طالبان به ریاست ملا محمد حسن آخون نخست وزیر طالبان برای ساخت مسجد در بزرگراه‌ها تصمیم گرفته شد. بر اساس این تصمیم وزارت فواید عامه طالبان مکلف است که در بزرگراه‌های افغانستان در هر 100 کیلومتر مسجد برای نمازگزاران مرد و زن بسازد. در نشست کابینه طالبان همچنین به وزارت حج و اوقاف این گروه دستور داده شده است که مکان‌های مناسب را برای ساخت مساجد در شهر کابل مشخص کند. ملا محمد حسن آخون نخست وزیر طالبان پس از بیش از 2 ماه غیبت در ارگ حضور یافت. طالبان دلیل این غیبت طولانی را مشخص نکردند، اما گذشتن سنگ تهداب مسجد جامع جدید در ارگ از اقدام‌های ملا محمد حسن آخون در اواسط ماه جاری میلادی بود. مساحت بنای این مسجد 627 متر مربع است و طالبان گفتند که از سنگ‌های
درجه یک چشت هرات، رخام هلمند، سنگ میدان وردک و چوب کنر و نورستان ساخته می شود. این مسجد به کتابخانه، محل آموزش برای نمازگزاران، انترنت و امکانات سرمایشی و گرمایشی مجهز خواهد بود و تا یک سال ساخته خواهد شد. طالبان در حال در ارگ ریاست جمهوری به ساخت مسجد تازه با هزینه سنگین اقدام می کنند که این مکان دارای مسجد است. طالبان هدف تحریم کشورهای غربی قرار دارند و میلیون ها شهروند افغانستان در دوران حاکمیت این گروه به نظر به زیر خط فقر سقوط کردند و هزینه های زندگی خود را بسیار دشوار تامین می کنند. اما رژیم طالبان با فشار به شهروندان می کشد، از آنان مالیات بگیرد و سپس بخش از پول گردآوری شده را صرف ساخت مساجد و مدارس دینی می کند. انتقاد از عملکرد رژیم طالبان، شکنجه، بازداشت و زندان در پی دارد و به همین دلیل شهروندان در مقابل این اقدام‌های طالبان سکوت می‌کنند. طالبان در دوران نخست حکومت خود در نیمه دوم دهه 90 میلادی و در دوران کنونی نیز با صراحت اعلام کردند که هدف حکومتشان اجرای شریعت اسلامی است و در این راستا از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد. مسجدها و مدارس دینی در نیم قرن اخیر پایگاه سنتی قدرت افرادگرایان دینی در افغانستان بوده است و بارها از برخی از این مساجد و مدارس برای اهداف تبلیغاتی و سربازگیری استفاده شده است. در دوران حکومت پیشین افغانستان، طالبان از منبرهای مساجد و مدارس دینی برای تبلیغ و اشاعه نگرش خود استفاده می کردند و مدعی می شدند که حکومت افغانستان اسلامی نیست و باید شهروندان در کنار طالبان علیه حکومت بسیج شوند. آنان با بهره‌گیری از این روش موفق شدند در میان روستانشینان سربازگیری کنند و برخی جوانان و نوجوانان را به صفوف خود بکشانند. حکومت پیشین افغانستان نتوانست جلوی فعالیت طالبان را در مساجد و مدارس دینی بگیرد و راهبرد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای ایجاد مساجد و مدارس دینی زیر نظر حکومت و مبارزه با دیدگاه‌های افراطی طالبان در آنها شکست خورد. حکومت طالبان شتاب زیادی برای ساخت مساجد و مدارس دینی در افغانستان دارد. دامنان گذشته از این مکانها برای همسو کردن مردم با دیدگاه ها و اقدامات خود استفاده کند. طالبان نظارت شدید و جدی بر محتوای خطبه های نماز جمعه و محتوای آموزشی در مدارس دینی دارند و افراد همسو را با خود به مسند امام جمعه و مدرس می گمارند. طالبان به هر روحانی که مشکوک باشند او را منع منبر می کنند و اجازه فعالیت نمی دهند. گسترش تروریسم و بحران اقتصادی، عمران خان مسئول است. عمران خان 2018 به نخست وزیری رسید و اپریل 2022 از مجلس پاکستان را اعتماد نگرفت و برکنار شد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان چهارشنبه عمران خان نخست وزیر پیشین کشور و رهبر حزب تحریک انصاف را مسئول گسترش تروریسم و بحران اقتصادی کنونی دانست. با گزارش اکسپرس تریبیون، زرداری هنگام سخنرانی در مجلس ملی پاکستان با انتقاد شدید از سیاست‌های عمران خان گفت مایه تأسف است که تروریسم که با فداکاری ارتش، پلیس و مردم پاکستان ریشه‌کن شده بود تحت رهبری عمران خان احیا شد. او عمران خان را متهم کرد که به هزاران تروریست و افرادگرای دینی ساکن افغانستان اجازه داده است به مناطق قبایلی پاکستان برگردند. او گفت که ساکنان ایالت خیبر پختونخوا برای مبارزه با تروریسم فداکاری بی‌بدیل کرده بودند، اما اینک با مشکل تروریسم مواجهند. از سوی دیگر عمران خان نیز اواسط فوریه سال جاری دولت کنونی و نیروهای نظامی پاکستان را به سهل‌انگاری در راستای مبارزه با گروه تحریک طالبان پاکستان متهم و تاکید کرد که تنها راه مقابله با تروریسم متقاعد کردن طالبان افغانستان به همکاری مشترک با پاکستان است. عمران خان در سال 2018 به نخست وزیری رسید، اما اپریل 2022 از مجلس پاکستان را اعتماد نگرفت و برکنار شد. وزیر خارجه پاکستان در بخش دیگر از سخنان خود بر لزوم اصلاحات مالی در پاکستان تاکید ورزید تا زمینه برای عبور از بحران مالی کنونی فراهم شود. اسلام آباد تاکنون نتوانسته است وام کافی برای بیرون رفت از بحران اقتصادی کنونی دریافت کند و طی ماه‌های اخیر ارزش روپیه پاکستانی در مقابل ارزهای خارجی با افت چشمگیری مواجه شده است. با بحران شدید مالی صادرات پاکستان نیز افت کرده و قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای مقابله با بحران اقتصادی اقدام‌های ریاضتی را در دستور کار قرار داده است تا هزینه‌های دولت را کاهش دهد. او می‌کوشد در چارچوب این برنامه سالانه حدود 200 میلیارد روپیه پاکستانی معادل 766 میلیون دلار در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود.